سلام به دوستان خودم، خیلی خوش اومدید به پارت جدید سری اسکای ولاک. اسکای ولاک های پیکسل، اون پیکی مامو اینجا اسکای ولاک های پیکسله و توی این پارت قصد داریم که بریم سراغ اون چیزایی که میخواستیم برای ساختن حالا جزیره خودمون، ساختن اسکای ولاک خودمون، و میریم که توی این پارت کامل بسازیمش و ببینیم چه خواهد شد. و خب رفته بودیم که بخوایم حالا پشم گوسفندا رو بگیریم و این حرکت ها رو بزنیم، اما من یه کار دیگه هم باید کنم، اونم اینه که بهترین بیل های پیکسل رو بگیرم برای گرفتن شنا، که بخوام حالا مینیون اون شنم بگیرم که باش بتونیم سنگای رنگی خوشگل درست کنیم و اوکی بشیم و جزیرمون هم با پشمای رنگی باشه هم با سنگای رنگی. پس بریم سراغ کار. من اومدم مغازه خرید ریزی هم از ایشون کنم. چقدر؟ 110 تا. خوبه، یکی میخرم ازش. طبق چیزی که من خوندم از خود های پیکسل که حالا بهترین بیل برای کار و شروع و این داستانا چیه، تا الان چیزی که من متوجه شدم بچه بیل طلاییه که الانم میریم و حالا میسازیمش و ببینیم واقعا درسته یا نه. چون میگن حتی بیل طلایی یه دونه افیشنسی وی میندازی روی بیلت، تبدیل میشه به حالا بهترین بیلی که هست. حالا جوری که من فهمیدم، اگرم بهتر از این روزی باشه یا بیاد میریم اونو بگیریم، یعنی خودم حالا بفهمم اونو میریم بگیریم. چون سرچ که میکنم دیگه میاد دستم که حالا چی هست و این داستان. اولین ماینی بود که من کردم فکر کنم. اینم از این، یه دونه از اینا بسازیم، استیک، کرافتینگ تیبل هم میخوایم. بعد بریم فکر کنم دیگه، آره بعد بریم آیلند خودمون. حرکت، بزن بریم. وای هیچی نداره اینجا، خالیه خالیه کلن. حالا میایم اینجا اینو میذاریم، یه کرافت ریز کنیم ببینیم واقعا تاثیر داره یا نه. الان این میشه گولدن شاول. اوکی، دیس آیتم کرافتینگ فلان. تنها چیزی که میمونه اینه که الان باید یه دونه افیشنسی وی بندازیم روی این بیل تا ببینیم واقعا تبدیل میشه به بهترین بیل کل اسکای بلاک یا نه. اینجا امیدوارم که لول زیادی نخواد افیشنسی، فقط بذاریمش افیشنسی وی 30 لول. آخ به فنا رفتم. پس من لولشو ندارم، کنسل فعلا. فعلا میریم سراغ همون ماب کشیمون و مینیون باز کردنمون تا یکم حداقل بتونیم لول و این داستانا رو بگیریم. پس برای سنگم بچه چند تا مینیون میخوایم؟ کلا مینیون هایی که باید بسازیم برای اون دیزاین و ساختار خود بیسمون، یه دونه مینیون گراوله، یه دونه مینیون سند و یه دونه مینیون گوسفنده که دیگه مشخصه که حالا برای پشمای رنگی و این داستانا، اونا هم اون دوتا هم برای سنگای رنگی هن. یعنی کلا میخوایم رنگی بسازیم. خیلی رنگی آخه خوشگل. نگاه کن اینجا رو قشنگ همه جا دیزاین بومی رنگی رو داره یه جوری. خیلی حال میکنم باش. هیچ جای گوسفند خود آدم نمیشه. بریم توی دسر ستلمنت لست، بریم اونجا. بریم اینجا تا گوسفندامونو بگیریم. رفقا برای اینکه خودتون کلن بفهمین الان چجوری مینیون باز میشه، چجوری فلان میشه و این داستانا، من کنار اینکه دارم کار خودم میکنم، خودم دوست دارم یکم بهتون بگم. و اینجا بخش کالکشن، حالا فارمینگ نه، ماینینگ هم نه، کامبت یه چک کنم نه، مثل اینکه خودم هم نمیدونم، یعنی فراموش کردم. اسپانج کلون فیش نه، کرافتد مینیونز اینجاها. اینجا حالا شیپو باز میکنه و نشونمون میده. بریم سراغش اول ببینیم واقعا چیه داستانش. الان مینیونش باید باشه دیگه تو بخش کالکشنی، جایی باید باشه که لول بندی رو نشونمون بده. سلام گوسفندان، من تا خود صبح میخوام گوسفند بکشم بچه. رفقا بعد از چندین دقیقه، شاید نزدیک ربع ساعت ماین کشتن بره ها، یه دفعه یه پیام برام اومد که شیپ مینیون باز شد برات و حالا باید ببینیم کجاست. بچه ها فهمیدم که مشکل چی بود. و وقتی که ما میرفتیم کالکشن، اینجا بخش کالکشن، بخش فارمینگ، اینجا همه چیزو زده. حالا
کروت این داستان. مثلا الان مثلا مرغ خب بجز اینکه پر میده اینجاها بالاخره یه گوشتی هم میده، اون گوشتش که مثلا اینه میاد اینجا باعث میشه حالا مینیون و اینا باز بشه. و اولین ریواردی که کلن بره ها به همون دادن خود مینیون شیپ بود. میخوام ریوارد های بعدیش که فارمینگ اکسپریانس مانا یه پوشن خفنه پتشو داره که دیگه فکر نکنم این چیزا به دردمون بخوره، یه چیز جدیدم داره که قرار بیاد و آره چیزی به دردمون نمیخوره، ما در حد خودمون ور میداریم و حالا فقط باید کرفتشو ببینیم که چی میخواد برای کرفت مینیون خودمون. خیلی خوب شد به نظرم و راحت الان دیگه میتونیم اوکی کنیم. خب 8 تا گوشت اینجا، 8 تا اینجا، 8 تا اینجا، یه دونه سردم اینجا باید باشه. چند تا داریم؟ 3 8 تا 24 تا 3 8 تا اینوری 24 تقریبا یه استک و نیم باید جمع کنیم. بریم بیا اینجا. آره اینم از تو. الان یه ریوارد دیگه بهم داد. اوه اوه این چی بود دیگه؟ بکنم چون لولم بالا رفت از اینه برام فرستاد بیاد دنبالم. وای من الان میمیرم که 2000 تا پول دارم چیکار کنم؟ بکشش. غذا میخوریم. من هم که هیچ چیزی توی اسکای بلاک نیستم و تازه شروع کردم، نمیتونم از خودم دفاع کنم الان. ولی راه های رسیدن به آخ اومد برام. نه این بیرون از اینجا نمیاد فکر کنم. داره میاد؟ واسه من میتونم یه جوری باش فایت بدم من نبینه. آها یه کوچولو میشه. مثل این که نمیشه، پشیمون شدم. ای پسر نمیای کمکم؟ اینا هم نمیان کمک. الان من اینو چیکارش کنم؟ یکم اچ پی گرفتم حمله ور میشه. اه کشتش، مرسی ازت. ولی من لولشو میخواستم و کلک. رفقا مینیونه یه کوچولوی سورد نیاز داشت. من اومدم یه چند تا چوب بکنم بعد بریم سراغ درست کردن مینیون و همینجا اومدم یه کرافت سرپایی رفتیم اینجا. یه دونه تبر ساختم که حالا راحت تر یکم چوب بگیرم، ولی خب هنوز اون چیزی که مد نظرمه نیست. و حالا میریم به جزیره خودمون. یکم ایدی به امداد انگاری. میریم به جزیره خودمون و من چیز میزا رو پیدا کنم تا مینیون رو بسازیم، اولین مینیون خودمون رو بسازیم. ببین دیگه پادشاهی تو به سر رسیده، دیگه وقت این نیست که تو اینجا باشی. الان باید گاوا بیان بجات، گوسفندا بیان بجات. آره آقا مبارکه، کرفتش کنیم. اینجوری بود بچه ها، 8 تا اینجا، دقیقاً 8 تا شد، دقیقاً یه استک میخواد. البته من چیزو نساختم راستی، هنوز سوردو نساختم و بعد اینا رو بذارم اینجا. بیا اینجا دیگه. اینم از این 16 تا، یه دونه از اینا، دو تا از اینا. اینم سوردی که میخواستیم شد و حالا یه اون مینیون رو میسازیمش. یکی اینجا و 8 تا اینجا، دقیقاً میشه یه استک. یس اولین مینیون رو ساختیم و الان دیگه راحت میتونیم جزیرمون رو بزرگ کنیم و خوشگل بزرگش کنیم، نه فقط بزرگش کنیم. پس کجا بذارمش اینو؟ فقط اینو میذاریم. بذار اینجا یکم صاف کنم قبلش. بذار اینو فعلا تا زمان این که حالا اوکی بشه مینیونر بذاریم اینجا که حداقل یه سودی ازش ببریم. مونیس چقدر جالبه. خیلی باحاله. 5 تا مینیون میتونیم بذاریم. دوست دارم اینا رو بیشتر کنم که بیشتر چیز میز بگیرم. این شروع دوران گوسفندی ما بود. ما میخواستیم گوسفندها را امپراتوری کنیم و توی گیونی کنیم. قرار بر این شد که این گوسفندها را در میان طبیعت خود رها کنیم و یک فنس فقط دورشان بچینیم تا از این گوسفندها بهره کافی را ببریم. اما این گوسفندها تنها ماجرای این جزیره نبود و ماجراهای دیگر در انتظار ما بود. حس میکنم یادم نیست دقیقا. رفت پایین. یه دفعه اصلا رفت. نکنید تا یه چند بلاکیش فقط تأثیر داره. همینو میریم ببینیم. دو تا، سه تا، سه تا برای احتیاط، نه چهار تا، بیه چهار تا میرم. ولی مطمئنم زیاد رفتم. فقط میخوام گوسفندی در نره ازمون. همشون قشنگ توی مسیر باشن. اینم باید یکی دیگه بره. احتیاط شرط عقل، شرط عقل بچه. آره
شاید برای جمع کردن شن و این داستان ها نتونیم افیشنسی وی رو بندازیم، اصلا رو اینم من هنوز ننداختم، ولی میتونیم که تلکینز رو بندازیم و زمانی هم که تلکینز رو بندازیم دیگه شنا مستقیم یا توی دستمون و مشکلمون کامل برطرف میشه، که الان برطرف شد، تموم شد و رفت. بریم یه روز تلکینسی دیگر شروع کنیم. این انچنت الان که شروع کردم خیلی کلن به کارم میاد و همش میتونم ازش صحبت کنم، ولی جلوتر دیگه انچنت های جدیدتری میاد و دیگه عجیب غریب میشه داستان. دزرت ستلمنت منتلن داریم میاییم، اومدیم یعنی. فقط باید ببینیم از کجا بعد. من دیدم یه خارجی داشت اینجا شنا رو میکنه. آها آره، اینجا شن بهمون میده، درسته؟ واقعا بچه گلدن شبل انگار صورتش خیلی بیشتر از بقیه چیز هست، من دارم میبینم. بعد فکر کن همین افیشنسی ویروش باشه، وای واقعا بهترین بیل کل های پیکسله. یس، بالاخره سند مینیون رو بهم داد و الان دیگه میتونم مینیون شن هم بسازم. ولی رفقا داستان به این ختم نمیشه، من این به کارم نمیاد خالی، باید گراولم پیدا کنم و اول یه نگاه به اینجا میندازم، اگه گراول اینجا بود که هیچی، اگه نبود مجبوریم بریم یه جایی پیدا کنیم. چقدر گوسفند اینجاست، منو بگو رفتم کجا دنبال گوسفند، تو بگو همینجا گوسفند بود، چرا تو ویدیو رفت اونجا پس؟ علیکی مسیر رو دور کرد. یه استک و دو استک، پس بریم خونه خودمون اونو بسازیم. حرکت. چرا من باید بین چند تا گوسفند اسپاون بشم؟ واقعا نمیدونم. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. توی پارت بعدی قراره که من اینجا میزنم اونم زد، قراره که بریم و حالا اون مینیون سند رو بسازیم و یکم اینجا رو خوشگل کنیم و یه انباری بسازیم که بتونیم اینا رو زودتر لول اپ کنیم و شایدم حتی بیشترشون کردم. بعد ببینم نیازم برای گرفتن پشم و این بلاک های پشمی و این داستان ها چقدره. مرسی که ویدیو رو دیدید، سابسکرایب اصلا فراموش نشه، چرا که این سری رفقا نمونه نداره توی کل کامیونیتی ایران و زیاد کسی گسترشش نداده. و دمتونم گرم، مرسی که ویدیو رو دیدید، تا ویدیوی بعدی خداحافظ، که پارت سوم رو میخواییم بریم بهتره کنیم. در ضمن یه چیزی رو بذار بهتون بگم، اینو خودم میدونم حدودم، ولی دوست دارم سوالش رو بپرسم، یعنی نمیدونم، تحقیق میکنم و جواب درست رو میگم. برو بچه میخوام یه پرسش و پاسخم را بندازم بینتون و اینو به هم بگین که حالا گراولی که ما باید بگیریم کجا پیدا میشه که بخوایم بگیریم، ببینم کیا چقدر اسکای بلاک های پیکسل پری دادن و بلدن. دمتون گرم که ویدیو رو دیدید، تا پارت بعدی خداحافظ. همون پیکیم همون اینجا اسکای بلاک های پیکسل خیلی هم خفنه و خیلی هم بلده. خداحافظ بچه هم بگی.